منتقدان سازمان ملل متحد میگویند این سازمان برای سالهای طولانی وسیله‌ای در دست چند کشور قدرتمند جهان بوده برای مشروعیت بخشیدن به رفتارگاه سلطه‌گرانه خود. به همین دلیل هم سالها تلاش‌های پراکنده با نتایج محدود برای اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. ولی چند سالی است که کشورهای خواهان اصلاحات فعال‌تر شدند و با تشکیل گروه کاری سعی در تدوین نظرات خود دارند. مهمان من که نماینده کشورش در سازمان ملل متحد است، مسئول این گروه کاری است. ولی آیا این تشدید فعالیت اصلاح طلبان این بار راه به جایی خواهد برد؟ آقای ظاهرتنی، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای تنی، البته شما اینجا به عنوان رهبر اون گروهی از کشورها اینجا شرکت دارید، مهمان ما هستید که تلاش دارن اصلاحاتی در سازمان ملل صورت بدن و به همین جهت هم بیشتر صحبت‌های ما راجع به همین اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. و به همین عنوان هم من اولین سوالم از شما اینه آقای تنی که لطف کنین به ما بگید که دقیقاً این گروه کی تشکیل شده و هدفش چیه؟ مذاکرات بین الحکومتی برای رفرم شورای امنیت در سال 2008 میلادی آغاز شد و رئیس مجمع عمومی، 63مین مجمع عمومی سازمان ملل، از من تقاضا کرد رسما تا ریاست مذاکرات را به عهده بگیرم. اکنون سومین سال است که مسئولیت مذاکرات را من به عهده دارم. ما از یک نقطه مبهم شروع کردیم و فعلا در یک جای قرار داریم که احتمالاً مذاکرات و تلاش برای رفرم به طرف یک نقطه عطف بره. اما در مجموع این مذاکرات رابطه داره با یک تلاش حدود 19 سال یا دو دهه تلاش که در سال 1992 شروع شد برای رفرم شورای امنیت در زمان دبیر کلی پوتسکالی. بله. منتها پیش از مذاکرات این بحث بیشتر بحث بوده و در درون یک گروه کاری بوده که از نظر پروسیجر کار ملل متحد این بحث ها تا زمانی که در بارش کانسنسس به وجود نبیه به نتیجه نمیرسه. بنابراین یک بحث بر بحث بوده و گاهی هم گفته میشه که در کوکتیل پارتی های ملل متحد یک بحث روشن فکرانه بود که هیچگاه به نتیجه نمی رسید. از این جهت هم بدبینی وجود داره نسبت به دورنمای رفرم. اما آنچه که مربوط به تلاش فعلی است، یک تلاش متمرکز روی یافتن یک راه حل برای رفرم شورای امنیت است. شما دقیقاً چی میخواین؟ یعنی چه نوع رفرمی در سازمان ملل میخواین صورت بدین؟ ببینین، اساس بحث رفرم ای است که ساختار کنونی شورای امنیت واقعیت‌های کنونی جهان را منعکس نمی‌کند یا انعکاس نمی‌دهد. سازمان ملل متحد در سال 1945 بعد از جنگ دوم جهانی تأسیس شد. در اون وقت جهان کنونی از 51 کشور تشکیل شده بود. در سال 1965 اعضای سازمان ملل متحد به 118 کشور رسید، یعنی درست پس از فروپاشی سیستم استعماری. یک رفرم کوچک صورت گرفت. طوری که می‌دانیم در اول شورای امنیت متشکل بود از 5 عضو دائمی شورای امنیت و 6 عضو غیر دائمی از مناطق مختلف. در رفرمی که در شروع سال 60 مطرح شد و در 1965 نهایی شد، تعداد اعضای غیر دائمی از 6 به 10 افزایش یافت. این رفرم عمده بود و این دورانی بود که استعمار سقوط کرده بود و کشورها هم رادیکال بودند، روحیه دیگی وجود داشت. بعد حالا در سال 2011 ما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، پس از ختم جنگ سرد، ما با 192 کشور روبرو هستیم و شاید هم تا سال آینده 193 کشور باشه با جنوب سودان. به این ترتیب شورای امنیت هنوز متشکل از 5 عضو دائمی برنده جنگ دوم جهانی است. بحث دیگه هم این است که شورای امنیت باید یک ساختار بیشتر دموکراتیک داشته باشه.
قدرت های دخیل در صلح امنیت و وضعیت کنونی جهان را در خود داشته باشه، اراده ملل های کوچک و بزرگ را انعکاس بده تا بتونه مؤثر باشه. بنان بحث مؤثریت است، بحث دموکراسی است، بحث نمایندگی است. برگردیم به همون اعضای شورای امنیت، برای اینکه اون صحبتی که شما کردین که به اون شکلی که بعد از جنگ جهانی تشکیل شد و برندگان جنگ شدن اعضای دائمی سازمان ملل و از اون به بعد عملا در واقع اینا هستن که حق وتو دارن و کارشون از پیش میبره. در نتیجه تلاش شما در مرحله اول تغییر ساختار شورای امنیته، درسته؟ پنج مسئله است که جزء اصلی یا بناهای اساسی مذاکرات برای رفورم است. یک، توسعه شورای ملل، شورای یک توسعه شورای امنیت، یعنی اعضای بیشتری در دولت شورای امنیت باشه. بله، اعضای دائمی و غیر دائمی یا چه نوع مدلی وجود داشته باشه که شورای امنیت کلونی بیشتر توسعه پیدا بکنه، واقعیت‌های کلونی جهان را نشان بده، به آناکرونیسمی که از خاتمه بده. چه نوع با چه تعداد باشه؟ آیا مثلا 21 24 28 تعداد که شماره‌های مختلف مطرح است که تعداد جدید دائمی و غیر دائمی اعضای شورای امنیت چگونه افزایش پیدا کنه، به چه تعدادی افزایش پیدا کنه. مسئله ویتو است، آیا اعضای جدید حق اگر دائمی باشن حق ویتو داشته باشن نداشته باشن، استفاده از حق ویتوی کنونی توسط قدرت‌های موجود یا اعضای موجود هست و بحثی که در اطراف ویتو وجود دارد. در این زمان چگونه مناطق مختلف جهان، قاره های مختلف و حتی بعضی ها میگن تمدن های مختلف نمایندگی شوه ازشون. مثلا افریقا یک نماینده دائمی نداره، اینا میگن که این یک بی‌عدالتی تاریخی است نسبت به افریقا. یا مثلا آمریکای لاتین هیچ نماینده دائمی نداره. از تمام قاره آسیا که امروز به بحث قدرت اساسی داره مطرح میشه، تنها چین وجود داره در شورای امنیت. اینا درست آقای تلین و این تلاش هم در گذشته شده، این بحث و اصطلاح جدل های لفظی هم در این مورد بوده و به قول شما در کوکتل پارتی ها بیشتر مصرف داشته. این بحث ها چه چیزی تغییر کرده که شما فکر میکنید این بار تلاش های شما ممکن به نتیجه برسه؟ بحثی که تلاش ها به نتیجه میرسه نمیرسه باید با یک منطق دیگه پیوند پیدا بکنه. باید بر شنونده ها ایره باش، بیننده ها باید مطرح کرد. اوی که تعادل کنونی قدرت، تعادل قدرت بعد از جنگ دوم جهانی است. یک تعداد کشورهای جدید یا وجود دارن یا از نظر اقتصادی در وضعیت جدید قرار دارن یا از نظر نفوذ خود در وضعیت جدید قرار دارن که نمیشه نادیده بگیرین. مناطق حتی تاثیر اقتصادی و سیاسی مناطق مختلف جهان در حالت تغییر هست. شما با ظهور چین روبرو هستین، با یک هند جدید روبرو هستین، با 9% رشد اقتصادی سالانه، دومین کشور پر جمعیت دنیا، و میبینید که در قاره آمریکا کشورهای مثلا برزیل یا مکزیکو به قدرت‌های در حال رشد عمده تبدیل میشن. اینا عواملی هست که البته در واقع قدرتمند شدن بسیار از این کشورها چه از نظر اقتصادی و چه به هر حال نظر جمعیت و هر چیز دیگه سبب شده که شما فکر کنید که این بار زورتون میرسه که به اصطلاح وارد این مبارزه بشید. بحث زور میرسه یا نمیرسه مربوط به یک مسئله دیگه. سازمان ملل یکی از سازمانهایی است که قدرت عمل مستقل نداره، هم منابعش و هم قدرتش مربوط به اعضایش است. خودش به یک سازمان هیچ وقت نمیتونه مستقلانه هیچ نوع تصمیمی رو بگیره. تا کنون تلاشا بر رفرم به نتیجه نرسیده، برای اینکه مثلا تصور ای است یا تحلیل ای است که قدرت‌های بزرگ توانایی ازیر داشتن که مانع رفرم میشن که میتونه توازن قدرت را برهم بزنه. اجازه بدید من این سوال و همین صحبت شما رو به عنوان این سوال این به این شکل مطرح بکنم که شما فرض کنید که الان دارین یک طرحی رو تدوین میکنید، روی اون دارین کار میکنین از طریق این گروه کاری که این به اصطلاح اون بین کشورها تلاشایی که داره میشه.
که این طرح رو اون وقت چه کارش کنیم. در مرحله اول چون دو تا مشکل احتمالاً خواهیم داشت، در مرحله اول باز این طرح مورد توافق تمام اعضای اون 192 چند کشوری که الان دارید 192 کشور 192 کشوری که دارید تلاش میکنین مورد توافق همگی باشه، و تازه وقتی توافق شد اون وقت باید به اینو به کی بفروشین، یعنی چه کسی بایستی تصمیم بگیره که این طرح شما مورد قبوله. اول باید همون قسمی که شما گفتین باید در مورد یک رای حل توافق به وجود بیه. پنج مسئله که باید در موردش توافق به وجود بیاد: توسعه سازمان ملل است، تعدادش است، ویتو هست، نمایندگی از مناطق است، همچنان شیوه های کار و رابطه با مجموعه عمومی است. مجموعاً آیا میتونن اعضای سازمان ملل در مورد هر پنج مسئله به شکل یک پکیج به نتیجه برسن، یا میتونن در یک تعداد مسائل فعلا به نتیجه برسن؟ اینا هم مورد بحث است. بگیریم که یا گیریم که در حال حاضر در مورد گام اول برای رفورم بایس یک پروسه، بایس یک روند، یک توافقی تامین شد. این توافق چگونه خواهد بود؟ مثلا این که تعداد اعضای شورای امنیت از 15 به 20 چند مثلا افزایش پیدا بکنه. آیا در چارچوب نماینده های دائمی و غیر دائمی جدید این توسعه صورت میگیرد، یا در چارچوب غیر دائمی، یا کرسی هایی که برای مدت طولانی تر است؟ اینا هم باید مورد توافق قرار بگیره. باید از نظر بر اساس منشور سازمان ملل چنین توافقی مورد حمایت دو سوم اعضای سازمان ملل متحد باشه. بعد اینا هم کافی نیست. یعنی وقت در مجمع عمومی مطرح میشه اینا؟ در مجمع عمومی مطرح میشه. رأی دو سوم را باید داشته باشه و اینا هم کافی نیست. چرا؟ اگر مثلا یک سوم مخالفی تر باشه و اینا از رأی گیری خارج شن، مشکل ایجاد میکنه. بعد پنج، خصوصا پنج کشور دائمی از شورای امنیت حق راتیفیکیشن یا حق تغییر و اصلاح تایید از این توسط پارلمان های خود دارن. بنان مثل مثلا مایده خل سلا که تا هنوز باقی مانده در تصویب نشده توسط مثلا کانگرس آمریکا و پارلمان های کشورهای بعضی از کشورهای عضو دائمی شورای امنیت میتونه تایید نشه. بنان از نظر پروسه یا پروسیجر باید این مراحل سپری شه، اما چیز مهم این نیست. مهم تصمیم سیاسی است. این دهی تصمیم سیاسی البته خب از نظر اصول تمام کشورها حق مساوی دارن، از نظر عملی قدرت های بزرگ نقش مهم داره. سوال عمده آیا ایالات متحده آمریکا میخواهد به عنوان به اصطلاح رهبر کنونی جهان و قدرت اصلی که یک تعداد قدرت های دیگه وارد شن در شورای امنیت؟ آیا چین به حیث یک کشوری که فعلا یک اعتماد به نفس جدید داره به حیث قدرت دوم، آیا میخواهی که هند یا ژاپن یا دیگران در کنارش باشه؟ هم این بود که وقتی من گفتم که اینها این طرحی که حالا برفرض هم به توافق رسیدین سرش، که فکر میکنم اول کاری تا توافق عمومی ایجاد بشه بر سر اون، حتی در بین کشورهایی که خواهان اصلاحات هستن، اون وقت این که سوال من این بود که به کجا ارائه میدین که باید تصویب بکنه، دقیقا برمیگرد به همین سوالی که خود شما کردید. یعنی اینکه آیا کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا و کشورهای دیگه که حق وتو دارند، اینا هم خواهان اصلاحات هستند اصولا یا نه؟ این سوال مهم است. خب درک شما چیه؟ بریتانیا و فرانسه شاید با دورنگری و شاید به دلیل ترس از موقعیت احتمالاً ضعیف‌تر خودشان در میان پنج عضو شورای دائمی غیر امنیت دائمی امنیت، اینا خواستار رفورم هستند و رفورم سریع‌تر هستند و از موقعیت چهار کشور، یعنی از موضع چهار کشور، یعنی هند و برزیل و ژاپن و آلمان که و همچنان نماینده بر آفریقا، از موضع از اینا حمایت میکنن مبنی بر کسب عضویت دائمی شورای امنیت. در این زمان اینا امکان یک راه حل دوم را که کاتگوری دوم ایجاد شده که تعداد کشورها برای مدت طولانی تر به جای دو سال عضو غیر دائمی باشن، این را هم در نظر میگیرن. ایالات متحده آمریکا موضعش این است که ما مخالف رفورم نیستیم، ولی ما میخوایم بفهمیم که کدام کشورها
مورد حمایت قرار میگیرند. به نظر من ایالات متحده آمریکا یک نقش فعالی که خودش ابتکار رفرم را به عهده بگیره هنوز نداره. اما وقتی رئیس جمهور آمریکا مثلا در هند است، از هند به اسم عضو آیندهش دائمی شورای امنیت حمایت میکنه، یا از ژاپن، یا قبلا آمریکا از عضویت دائمی آلمان هم حمایت میکرد. در طول 3 سال گذشته آمریکا بسیار فعال شرکت داشته در تمام راوندها و دوره های مذاکرات. چین تردید داره در مورد یک رفرم سریع، در مورد رفرمی که ساختار را تغییر بده. حتی در بحث اخیری که ما در نیویورک داشتیم یک مقدار استدلالای جالبی مطرح شد. مثلا نماینده چین مطرح کرد که شورای امنیت کنونی ناشی از واقعیت بعد از جنگ دوم جهانی است و شاید یک جنگ دیگر ایره تغییر بده و چون این چیزی نشده، در حالی که مثلا نماینده هند اونا میگفت که ما نمیتونیم منتظر جنگ دیگری باقی بمانیم. به هر صورت، اما این طرز تفکر که گویا رفرم مربوط به ای است که آیا قدرت‌های بزرگ یک اشاره چشمی نشان میتن یا نمیتن، این بحث در اونجا مطرح نیست. کشورهایی که فعلا جزء به اصطلاح گروه 20 هستند یا در سایر ساختارهای رهبری جهانی شرکت دارن، یک اعتماد به نفس جدید دارن. اینا روابط اقتصادی جدید دارن، روابط سیاسی جدید دارن با قدرت‌های بزرگ. ضمن سازمان ملل متحد در جنگ در سال 1945 بر مبنای یک ضرورت عمدتاً شکل گرفت: جلوگیری از جنگ دیگر. فعلا مسئله اساسی برای بشریت یک جنگ دیگر نیست، با وجودی که سالانه 250,000 نفر در جنگ‌های خارج اروپا در منازعات مسلحانه کشته میشه و این کم نیست. و بودجه سازمان ملل متحد بر عملیات حفظ صلح 8 میلیارد دلار هست، در حالی که بودجه اقتصادی سازمان ملل متحد حدود 900 میلیون است. یعنی هنوز خطر جنگ از بین نرفته، ولی خطرات دیگه مطرح شده، مثل بحران اقتصادی، مثل مشکل کمبود مواد غذایی، محیط زیست. تهدید اینا کمتر از تهدید بم اتمی به زندگی و آینده بشریت نیست. از این جهت است که چین، هند یا برزیل یا این کشورهای در حال رشد میگن که شما میتونید ما رو نادیده نگیرید. حالا نمیتونید ما رو نادیده بگیرید. بسیار خوب، اینا تمام اینها در این مرحله جر و بحثه، یعنی استدلالیه که این کشورها میارند، ولی تا چقدر شما نزدیک هستید به اینکه به یک توافق عمومی در داخل همین سرنوشت دو کشور برسید؟ ما کاملا نزدیک هستیم و بسیار دور هستیم. به چه معنا؟ به این معنا که مدلی که باید یک رفرم را به وجود بیاره در ذهن هم است. همه یک فکر دوم دارن، نه موضع رسمی که دارن ابراز میکنن، ولی منتظر هستن که طرف دیگه گام اول را بگذاره. یک ترس وجود داره در بین قدرت‌های بزرگ که یک شورای بزرگتر قابل اعتماد نیست و مؤثرتر نیست و قابل کنترل نیست. یک ترس وجود داره توسط کشورهای کوچک که اگر چند قدرت بزرگ دیگه بیایه، اینا هم چند قدرت دیگه بزرگ خواهند بود تا ای که نماینده های یک جهان بزرگتر. بی اعتمادی وجود داره، اما در همین شب و روز بحثی است که ما که اگر یک مدل برای توسعه در موردش شنیده میشه و شایعه وجود داره و یا گفته میشه که اگر یکی از مدل ها مورد توافق قرار بگیره، بنان مذاکرات میتونه گشایش پیدا بکنه که در این جهت و میتونه متمرکز شود روی از این مدل. مشکلتون برای نرسیدن به یک توافق در حال حاضر چیه؟ یعنی مثلا فرض کن کشورهایی مثل ایران چه نقشی داره در این توافق؟ چون برای که کشورهایی مثل ایران همیشه به عنوان یک موضع انقلابی انتقادشون از سازمان ملل متحد بر این منواله که اینها حالت دست کشورهای بزرگ هستند و در نتیجه منافع کشورهای کوچکتر رو در نظر نمیگیرن. در بحث‌های داخلی خودتون که بین کشورها دارین و شما همین رو رهبری میکنید، مثلا موضع ایران چیه در این زمینه؟ یا کشوری مثل ایران چیه؟ شما ایران تقریبا نوزیش توضیح کردین. ایران نگاهش به در حالی که عضو سازمان ملل متحد است و ایران یک کشور بزرگ هم است، ایران شک داره با
با قدرت‌های بزرگ و شک داره بنان به نهادهای بین المللی که به نظر ایران زیر تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار داره. این بحث اگر ما اشتباه نکنم تعریفی است که بعضی ها از سیاست خارجی و برخورد ایران دارن. به هر حال من فکر میکنم که شک و تردید در مورد ازی که آیا میشه ساختار قدرت را تغییر داد در سطح جهانی وجود داره. ما بعد از جنگ سرد به طرف یک دنیای نامعلومتر در حرکت هستیم. بحث‌های ژئوپلیتیک وجود داره. بعضی‌ها از سقوط آمریکا و قدرت آمریکا صحبت می‌کنن و از ظهور چین. بعضی‌ها هم فکر می‌کنن که در تمامی بحث‌ها مبالغه وجود داره. جهان کنونی جهان نیست که بعد از جنگ دوم جهانی بود که رابطه آمریکا و اتحاد شوروی همه چیز را تعیین می‌کرد. او تصوری هم که اگه داشتن که بعد از ختم جنگ سرد این جهان یک جهان یک قطبی خواهد بود و توسط یک کشور داره خواهد شد، این تصورم در میان این بحران جدید اقتصادی رنگ باخت. آمریکای کنونی قدرتمندترین کشور دنیا هست، ولی به نظر میرسه که بر آمریکا روز تا روز مشکل میشه به تنهایی مسئولیت رهبری را به عهده بگیره. چرا مسئولیت رهبری جهان درباره مصرف و منابع و آمادگی گرفتن بار مسئولیت هم است. بنابراین چیزی که ملتی لترالیزم یا کثرت‌گرایی نامیده میشه، اینا مطرح است. آمریکا مشکل خواهد بود برش بدون چین، بدون قدرت‌های که جدیداً رشد می‌کنند، ژاپن، هنوز هند و همچنان بدون برزیل مثلا برزیل اینا بتونه تصمیم بگیره. یاد شما هست چند وقت پیش وقتی مسئله تحریم‌های ایران مطرح بود، ترکیه و برزیل یک دردسری را برای اعضای دائمی شورای امنیت به وجود آوردند. اگر فردا این کشورها جز تصمیم‌گیری‌های عمده نباشند، میتونن چالش بر هر نوع تصمیم‌ها باشن. بنان این بحث وجود داره که داینامیک روابط بین المللی در حال تغییر است. ضرورت یک نظم جدید بین المللی است. آمریکا نمیتونه با شیوه موجود نقش اساسی خود را بازی کنه و اعضای دائمی شورای امنیت هم برشان مشکل خواهد. یعنی اتفاقاتی که در این در دنیا صورت میگیره شما را راغب کرده که این کار بکنه. حالا شما در خیلی یک جمله کوتاه به من بگید که آقای تنی شما گفتین که وضع تغییر کرده، این بار خیلی امیدوار هستید و اینا. هنوزم من این جوابمو نگرفتم که چه چیز شما را امیدوار میکنه، چه چیز شما در مقابل این میتونید بگین که اگر به شما بگین که شما دارین کماکان خیال پردازی میکنید در مورد تغییر ساختار سازمان ملل متحد. من بهتر است موضوع خود کمی روشن کنم. من یک مسئولیتی رو دارم که شرط اول این کار بی‌طرفی است. یعنی من نسبت به پیشرفت کار بی‌طرف نیستم، نسبت به موازی کشورها باید بی‌طرف باشم. راغب بودن و یا خوشبین بودن هم در اینجا میتونه بسیار احمقانه جلوه کنه، برای اینکه 192 کشور میتونن این کشتی رو هر طرف برانن و بعد شما میمونین و مسئولیت پیشبینیتون. سالسن در اینجا منافع زیادی است. سال 2005 کوفی انان منشی عمومی دو طرح را برای اعضای سازمان ملل ارائه کرد بدون از اینکه بگه که خودش چی رو میخواه. اساس تر پلان A و پلان B ای بود که 24 عضو وجود به در یک پلان 6 عضو جدید دائمی و 3 غیر دائمی، در پلان دیگه 8 عضو کاتگوری 2 یعنی 4 ساله و یک غیر دائمی. اردویش این طرح شکست خورد، در حالی که رهبران جهان در 2005 گفتند که باید شورای امنیت فوراً اصلاح شود. حالا یک مرحله است که بعد از 3 سال مذاکرات برای نخستین بار این مذاکرات از حدود سخن گفتن و حرف زدن برآمده، متکی بر تکست است، موضوع ها ثبت شده. ما 7 راوند را پشت سر گذاشتیم، 7 دور مذاکرات را پشت سر گذاشتیم. من احساس میکنم که اگر نه فوری اساسات
یک رفرم، یعنی شالوده یک رفرم اساسی داره ریخته میشه از طریق کاری شده. آیا کشورها میتونن امسال یک سال دو سال بعد به یک رفرم به نتیجه برسن یا نه؟ چیزی که من شخصا بدبینی یا خوشبینی تصور کرده نمیتونم ایست که اگر در سال 2008 میلادی جورج دبلیو بوش با تمام دیدی که در مورد کثرت‌گرایی و اینا داشت مجبور شد که جی 20 را به وجود بیاره یا جی 20 را که میگن و بعد میبینیم که تقریبا با وجود که یک نهاد مشروع هم نیست، انتخاب نشده، این به یک نهاد عمده تبدیل میشه در مورد برخورد با مسائل اقتصادی و بحران و اینا. آیا جهان کنونی توسط قدرت‌های بعد از جنگ دوم جهانی اداره خواهد شد؟ آیا ما خواهیم توانست یک شورای امنیت داشته باشیم که تصامیمش توسط مردم، توسط جهانیان مشروع تلقی نشد؟ غزه را به خاطر بیاریم یا ایران تحریم‌های شده نظر بگیریم، اگر تصامیم شورای امنیت مورد حمایت کشورها نباشه در این صورت، یا مثلا فعلا لیبیا را در نظر بگیرین، انتظار که شورای امنیت وجود داره که باید به بیرحمی ها در اونجا واکنش نشان بده، اگه این کار رو نکنه در مجموع نه تنها شورای امنیت بلکه ملل متحد مشروعیت خود را در ذهن ملل و جوامی از دست میده. موانع زیاده است اما ممکن است که من نمیگم فوری، ممکن است اما قسمی که شما فرمودین یک شالوده ریخته شوه که بر اساس از او رفرم ایجاد شد. یک چیزی یادمون نره، در سالهای 1920 ضرورت رفرم لیگ ملل مطرح شد، همه اساسات رفرم آماده شد، اما پیش از اینکه رفرم تشکیل شوه عدم توافق حتی سبب از این شد که لیگ آهسته آهسته دیگه اهمیت خود را از دست بده. امیدوارستیم که سازمان ملل چنین نشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای ظاهر تنی از شرکتتون در برنامه. تشکر از شما. ممنون از شما. متشکرم.